یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ قاتلان قوادان قاچاق فروشان بی پدر و مادران آخوندان یعنی از توی اون لوله فیضیه رد شدن اونجا یه جاییست که خدا آخوندان میدونن از کجا رد میشن امامداران و بی امامگان ریشداران و بی ریشان دزدان و دزدان و دزدان و دزدان از دزد بزرگ اکبر دزده رهبر دزده تا آیت الله های دزد حجت الاسلام های دزد آخوند طلبه فسقلی دزد سردار سپاه دزد وکیل و وزیر دزد رئیس جمهور دزد هیئت دولت دزد سه طبیله شورا و تشخیص و خبرگان دزد سه قوه دزد به خصوص قاضی دزد رئیس قوه قضاییه دزد دادستان دزد برای خودشون این دزدی شرعیه چرا؟ برای اینکه این دزدی اسلامیه اسلام به اینا اجازه این دزدی رو داده اسلام اجازه غارت و دزدی داده امروز من مطابق کتاب با شما صحبت خواهم کرد از خودم چیزی نمیگم به این خاطر اینها تنها کاری که باید بکنن بایستی حافظ بیزه اسلام نیاب محمدی باشند که دزدی برا باشه وقت دزدی اسم داره مثلا اگر شما بگید دزدی بده اما بگید کمیسیون این درست شرعیه اگه بگید ربا شرعی نیست اگه بگید کارمز شرعیه لشکر اینها نادانانی هستند که فکر میکنند مسلمانند این مسلمانان می ترسند حقایق رو بشنوند من نمیگم باور کنن می ترسند بشنوند بگن نه تو دروغ میگی میگن الله گفته الله اون بالایی الله رو آسمونی که رو عرش نشسته یه الله زیر فرش هم داریم که تای زمینه ما بین این دوتا الله ساندویچیم اون الله هر کاری دلش میخواد با همون میکنه این الله هم باید بریم باج بهش بدیم منتها چون خودش وجود نداره باجش آخوندا میگیرن و ما مسلمونیم نه کاری به الله بالایی داریم نه به الله زیرزمینی واسه حسین سینه میزنیم زنجیر میزنیم قمه میزنیم ماه رمضان یواشکی غذا میخوریم نمیدونیم مربوط به اون اللهه یا این اللهه روز 17 دفعه تعمون هوا میکنیم سرمونو میذاریم زمین نمیفهمیم چی میگیم با کی حرف میزنیم این بابایی خب وقتی آخوند میبینه همچی حالوهایی هستن میگه چرا من سوار نشم شما یک مرکب راهوار اونجا بی صاحب باشه سوارش نمیشید
بیایم حقیقت فکر کنیم. مقصر اصلی اون کسیست که نمیفهمه، نه آخوند. آخوند میفهمه و میگیره میذاره جیبش، بهشت میده به تو، میگه این دنیا مال من، اون دنیا مال تو. میگه تو خطا کردی، خدا بی عرضه است، کاری نمیتونه با تو بکنه، من سرتو میبرم. میترسه بگی خدا بی عرضه است؟ نه، خدا رو خودش ساخته. فردا اگه بخواد الله رو ور میداره، یکی دیگر میذاره جاش. همینجور که محمد یهوه پدر آسمانی رو برداشت، الله رو گذاشت جاش. کسی فکر نمیکنه که اصلا چرا فکر بکنه آدم. سفرنامه ناصر خسرو، دانشمند با اون بزرگی، وقتی میرسه به بیروت بهش میگن اینجا در بهشته، اونورم در جهنمه. میگه از کجا گفتن؟ میگه که عمر ابن خطاب وقتی رسید اینجا گفت اینجا جهنمه. از اون وقت به بعد همه میگن اینجا جهنمه. اگه بری جلو صدای فریاد آدم ها رو میشنوی که دارن میسوزن. ناصر خسرو میگه من کنجکاو شدم، رفتم گوش دادم، دم هیچ خبری نیست. ولی آیا جرأت داشت به اون مردم بگه صدایی نمیاد؟ نه، اونا هم بابایی بودن. نزدیکی‌های بیروت، اگه کسی سفرنامه ناصر خسرو رو خونده، نزدیکی‌های بیروت به یه همچین گرفتاری‌هایی برمی‌خوره. منتها هر کسی به این به یک نظری نگاه می‌کنه. ناصر خسرو نتونسته اینجوری که من صاف و پوسکنده میگم حرفشو بزنه، ولی حرفشو زدی. بعد از اینکه 4 بار رفت به زیارت مکه، دور خونه گشت، سنگ سیار رو اینجوری اینجوری کرد، گفت خدایا فاش گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چه بیدن. گفت تو چون کرده ای اختر خیشتن را، یه هم چیزیه، که تو که اختر خودتو بد کردی، مدار از فلک چشمه نیک اختری را، همه کار رو خودت میکنی، گردن این و اون نذار. اگر با فکرت با مغزت کار نکنی، آخوند صبح میره تو چاه صبحونهشو میخوره، میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده، تو هم مجبوری گوش بدی. اگه نه میفرستم تو جهنم، سیخ اتت میکنن، اما مغز در میاد رو آتیش میچرخوننت. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به سرزمین و مملکت ایران و مردم ایران ببخشید. ماه ژانویه تموم شد، ماه فوریه است، رئیس جمهور جدید ما اومد، قرار با ایران صحبت بکنه، قرار نکنه، قرار مشتش رو واک کنه، قرار برخصه، قرار نمیدونم قرار چیکار بکنه، ولی دعوا سر لحاف ملاست. اگر فکر میکنید که کسی به فکر مردم ایرانه، اشتباه میکنید. مردم ایران گله گله اگر اعدام بشن، رئیس سازمان ملل صداش در نمیاد، اما دکون شیرین عبادی رو که ببندن، رئیس سازمان ملل صداش در میاد. اینا یه روابطی با هم دارند، یه حق و حقوقی بینشون رد و بدل میشه، یه چیزهایی رو میتونن بگن، یه چیزهایی رو نمیتونن بگن. تو همین کشوری که ما هستیم، کسی جرأت نداره بگه نفت این همه اومده پایین، باز چرا بنزین داره میره بالا؟ اینا قوانین سیاسیه،
من نمیفهمم، چون شماها همتون سیاستمدارین، چون همه ایرونی‌ها سیاستمدارن و از نوع بالاش هم هستن. هیچ سیاستمداری رو در دنیا قبول ندارن، به خصوص ایرانی‌هایی که از سن 50 و 60 رد میشن. تمام سیاست‌های دنیا تو مشتشونه. یه وقتایی با من بحث میکنم، میگم آقا من نمیفهمم، من نمیدونم، شماها میدونید. بحث امروزم و قبل از اینکه برم سراغ نگاهی نو به اسلام، 3-4 مسئله براتون نوشتم. دوستانی میخوان با من حرف بزنن، آقا من اینقدر حرفات قبول دارم، اینقدر قبول ندارم. ما با شما گرفتاری نداریم. اصلا شما میتونی همه حرفای من قبول نداشته باشی. من که جبرئیل نیومده چیزی دستم بده بگم همینو قبول کن، اگه قبول نکنی میکشمت. من عقاید خودم رو میگم. شما هر چیشو میدونی میبینی بده، بریز دور. من اصراری ندارم همه ی حرفای من درسته. تمام اصرار من به اینه که برادر من اگر دلت میخواد فکر بکن، خواهر من اگر دلت میخواد فکر بکن. انقدر این لغت خواهر و برادرم خرابش کردن، آدم چندشش میشه وقتی میگه خواهر و برادر. ببینید اگر قرار بشه من روزی حداقل 20 نفر رو باهاشون بشینم 20 یه رو بحث کنم، میشه 5 ساعت. شما یه نفرید، من اینجا مرکز ثقلم که هی تلفن بهم میشه. قسمتایی که قبول نداری قبول نکن. اگر میخوای حرفای شما رو من قبول کنم، من قبول نمی کنم. من به یه جایی رسیدم اینجوری فکر میکنم، اگه فکرم غلط مال خود منه، اگه فکرم درسته ازش بهره گیری کن، ولی من هیچ اصراری ندارم همه این حرفا که من میزنم درسته و شماها باید همه رو قبول کنین. اون محمد بود که میگفت الله میفرسته، من میگم شماها عمل کنین. من هم چه حرفی نمیزنم. من دین جدیدی نیاوردم. من لغت خرد رو رفتم پیدا کردم. وقتی یه حرفی بهم میزنن با خردم قضاوت میکنم، نه با چشم و گوشم. خانم و آقایی که توی خونت نشستی و حتی شماره تلفنتو میترسی کسی بفهمه، چه برسه به اسمت؟ اگه کاری خودت بلدی برو بکن، با من چه کار داری؟ تو بیش از من میفهمی، تو فهمیده تری، تو آقاتری، تو بالاتری، تو والاتری. نامه بی امضا برای من میفرستن 8-9 صفحه من نصیحت کنم. آقا این کاری که تو داری میکنی اگه این کارو بکنی اون کارش اون گوشه. عزیز من شما کاری بلدی برو بکن. ما ایرونی ها گفتم هممون معلمیم، هممون بلدیم انتقاد کنیم، هممون بلدیم بگیم اون یکی بده. همین تلویزیون ها رو نگاه کنید، همشون نشستن میگن اون یکی بده. کسی راجع به خودش حرف نمیزنه. من میگم من یه مطالعاتی کردم اینا رو فهمیدم. شما میگی اینا که فهمیدی همش بی خوده. من دعوایی با شما ندارم، شما درست میگی. میگی من اشتباه فکر میکنم، شما درست میگی. میگی با همه این مکافات هایی که سر من اومده که یکیش 10 تا مرد رو میزد زمین،
یه دونش 10 تا مرد میزد زمین. نشستم اینجا، بلایی که سر من اومد سر بچگیم، میخوام توی جوانای ایران رو پرورش بدم. تو هنوز دنبال اینی که نمیدونم غزوه با حرب چیه. غزوه یعنی راهزنی، یعنی دزدی، لغت عربیه. برو تو هر قاموس عربی میخوای کاروانزنی رو میگفتن غزوه. سپاه اسلام با ایران غزوه نکرد، حرب کرد. اما در اونجا غزوه میکرد، یعنی میرفت کاروانا رو میدزدید. حالا تو میخوای باهاش بحث کنی؟ من غلطی گفتم، ببخشید منو. از خودم که چیزی در نمیارم. این همه فرهنگ لغات هست، یه دشون ترسیدن بگن، یه دشون گفتن. بعد از این 1400 سال، امروز اتفاقا این حرف رو من به شما بزنم، خیلی آدم ها همین امروز، کاری به گذشتم نداریم، از من خیلی قشریتر فکر میکنند، ولی جرأت این که بیان اینجا از جونشون بگذرن حرفشونو بزنن ندارن. دوست عزیزم، تو که در خونتو بستی، کلید کردی، تلفنتو بلدی چجوری چیز بکنی کسی نفهمه، بعدم اگه از امریکا تلفن میکنی بگی از چی، به عنوان دوستا نه به عنوان دشمن، دیگه منو نصیحت نکن. اگه کاری بلدی خودت برو بکن. من یه راهی پیش گرفتم، من فهمیدم که اگر بر خودم فهمیدم ها، نه که بگم باز این حتما درسته، من فکر میکنم، من باور میکنم، من اعتقاد دارم که اگر ما بفهمیم، شعور پیدا کنیم، شعار ندیم، این بلاها سرمون نمیاد. ولی متاسفانه من و تو با شعار زندگی میکنیم. وقتی میشینیم ما کوروش داریم، ما داریوش داریم، تو کی هستی؟ تو چی کار میخوای بکنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ اگر توی این مملکتی که من دارم زندگی میکنم یک روز، در حدود مثل 10 سال پیش بود، یک راننده سیاه پوست مست که از دست پلیس در رفته بود، چند تا تصادف درست کرده بود، گیر پلیس افتاد و پلیس‌ها شروع کردن زدن اینو. یه شخصی از بالکن مقابل، فیلم برداری کرد. وکیل اومد این فیلم از این خرید، اون آقا رفت دادگاه از پلیسا شکایت کرد. دادگاه خواست یه خورده چشم پوشی بکنه. ملت سیاه پوست لس آنجلس ریخت بیرون، خیابونا رو غارت کرد. گفت دادگاه باید حکم عادلانه بده، پلیس دنبالش اومده، هر کاری کرده، حقش حق نداشته بزنتش. ملت ببعی از روز اول اگر اونجا این کار رو نمی کردن، فرده یه کار دیگه می شد، پس فرده یه کار دیگه می شد، به یه جایی می رسید که دیگه اونا نمی تونستن. شما مردم امروز که نزدیک 30 سال داره میشه از هجوم دوم تازیان به ایران، از روز اول که اینا اینجوری نبودن، هر غلطی کردند روشن فکر خودفروخته ما که اصلا فکر نداشت، اسمش روشن فکر بود، کارگر ما، فامیلای اون آدم،
به هوا این که ارثشو بخورن، اومدن دست همکاری دادن به قاتلین. اگر میفهمیدن این کار رو نمیکردن، میگفتن انقلاب کردیم، شاه رفته، حالا یه حکومت دموکراسی میخوایم، دین نمیخوایم. اگر شعور اینو داشتند که دین در هر کجای استوار بوده، به جز خونریزی، به جز جهل، به جز جنایت، به جز آدمکشی، به جز دزدی هیچ کاری نکرده، خب جلوی کارو میگرفتن. اما به خاطر جهلی که داشتند رفتن به دنبال یه کسی که لباسی تنش بود که مال زمان هارون رشید بود، گفتن سید اولاغ پیغمبر از ماه اومده. نتیجهش اینیست که امروز دارید. نتیجهش این برنامه ایست که دارید. ببینید، ما پخت خوریم، ما مفت خوریم، ما نشسته بودیم ببینیم آب مجانی کجاست، برق مجانی کجاست. کشور ما مردمش به نسبت خود مردم ایران پولدار شده بودند، ولی فرهنگ پولداری نداشتند. روشن فکر ما تا صفحه ششم کتاب بیشتر نخونده بود. روشن فکر ما یا نوکر روس بود چون خودش کسی نبود، یا نوکر انگلیس بود چون خودش کسی نبود، یا نوکر امریکا بود چون خودش کسی نبود. جبهه ملی ما آدمی نبود، کسی نبود، عرضه‌ای نداشت، یه رهبر میخواست، رفت زیر عبای خمینی، آقای سنجابی. اون نهضت آزادی بازرگان گجستک همه مسائل دینی رو میدونست، ولی اینا از رو نمیرن. الان هم پسرش همون کار خودشو داره میکنه. از رو من اگه پسر بازرگان بودم خودکشی میکردم. تمام قتل‌هایی که تو ایران به وجود اومده، تمام این کثافتکاری‌ها تقصیر اون بازرگان بی همه چیزه. نفکر کنید از رژیم گذشته دفاع میکنم. من اگر به جای محمد رضا شاه بودم، کلید مملکت رو به دست بختیار نمیدادم. یه مسئله خیلی ساده براتون میزنم. آقایون، خانمها، شما اگر یه مؤسسه‌ای داشته باشی که 10 نفر توش کارمند باشه، بخوای بری این مؤسسه‌ت رو، میگی 1 ماه یه نفر باید اداره کنه، اون 1 نفر چقدر باید تجربه اداره یه مؤسسه 10 نفری داشته باشه؟ بختیار چقدر تجربه مدیریت داشت؟ من نمیگم بختیار بده، نمیگم شاه بده، ولی همه اینا اشتباهاتی بود رو هم رو هم رو هم رو هم، به اضافه جهل مردم ما رو به اینجا کشید. محمد رضا شاه اگر میخواست مملکت رو دست کسی بده، باید حداقل دست یه نفر میداد که یک وزارتخونه رو قبلا اداره کرده، یه استان رو اداره کرده. گو این که آدم ها، وزیرا، استاندارا اون زمان بله قربان بودن، ولی حداقل یه مدیریت خونده بودن، یه تجربه مدیریت داشتند. آقای بختیار اومد، همه دنیا ساواک داره، اولین کاری که کرد تیشه به ریشه مملکت زد، ساواک رو منحل کنید، چشم و گوش مملکت رو ببندید. مقدم خائن، فردوس خائن، قره‌باغی خائن. نمیدونم بختیار رو چی بگم.
سعدی میگه مردیت بیازمای وانگه زن کن، دختر منشان به خانه و شیون کن. مملکت داری این نیست که من دموکراسی آوردم، من دموکراسی، بیاین هر کاری میخواین بکنی، هی تو بی جلو من میرم عقب، تو بی جلو من میرم عقب، این مملکت داریه؟ اینا اعتقادات منه، ممکنه همش هم غلط باشه، ولی من حق دارم به عنوان یه انسان فکر بکنم. میدونم رگ گردن خیلی ها سیخ میشه، بشه فردا خرجی منو ندم، حداقل یه نفر این حرفا رو بزنه. یکی از انتقاداتی که من دارم، هر کسی از من ایراد میگیره یا از اوباما ایراد میگیره. اوباما میدونید چی کار کرد با راش لیمبو؟ شما راش لیمبو رو نمیشناسین، یک آدمیست که حدود 20 میلیون شنونده داره، یک برنامه رادیویی داره و بند کرده بود به اوباما که این 850 میلیارد رو میخواد چیکار کنه. اوباما تلفن کرد بهش، رفت رو خطش، گفت نقشه ما اینه، شما نقشه بهتری داری بده، که البته راش لیمبو یه حرف احمقانه زد بعدش. به اعتقاد من، بازم از نظر خود من راش لیمبو رو خیلی دوست دارم، ولی توی بنبست قرار گرفت یه حرفی نداشت بزنه، چون وقتی یه همچی سوالی میشه مطبوعات میریزن سرش، میگن آقا خب اوباما گفته نقشه تو چیه؟ چیه؟ گفت قسمت کنین، اینا اینجوری کنن، حرف مزخرفه. نه اینکه چون من اونو دوست دارم بیام بگم هر مزخرفی میگه تایید کنم. ببینید، وقتی که کاری رو نمیپسندید، نیاید به من بگید آقای فاضلی این کار این کار این کار این کار بده، این کار این کار این کار این کار این کارو بکن. من نمیتونم، من یک گل دارم، آگاه کردن نسل فردای ایران، آگاه کردن نسل فردای ایران در مقابل خرافات دینی. نه اینکه بگم هر چی من میگم خرافاته، میگم برید پیدا کنید. یکی از دلایلی که من برای خودم دارم، هیچ وقت اون چیزهایی رو که نمیدونم به کسی پیشنهاد نمی کنم. الان یه گروهی هستن در ایران، اینا میخوان حرکت کنن، یه کارهای انجام بدن، با من مشورت میکنن، من نمیدونم اینا کیان. اینی که میگم نمیدونم کیان، نمیگم آدمای بدیان، ولی هر کسی به من تلفن کرد من نمیتونم اطمینان کنم، چون خودش وقتی به من نوشته اینجا، هدف و دلیل من از نوشتن این نامه به صورت ایمیل به دست شما میرسد این بود که از شما خواهش کنم که این افراد را از هر طریقی که میتوانید با ما ارتباط دهید. میگه اگه کسایی رو میشناسی که مثل ما فکر میکنن به ما ارتباط بده. خب من چجوری این کار رو بکنم در حالی که تو خودت آخرش نوشتی شما باید تمامی سعیتان را بکنید تا افراد خائن با ما ارتباط پیدا نکنند. عزیز من، هر کی من اینجا میشنوم یک تلفنه، یک صداست. اگر قراره کسی رو تو پیدا کنی، تو خودت تو ایران باید پیدا کنی. من اینجا نه تو رو به کسی معرفی میکنم، نه کسی دیگر رو به تو معرفی میکنم. میدونی برای چی؟ برای اینکه هیچ کدومتون رو نمیشناسم. این نمیشناسم دلیل این نیست که شما آدم های بدی هستید. دلیل بلاهاییست که به سرم اومده تو زندگی.
دلیل اون شعریست که همیشه میخونم، زبس که مردمک دیده دیده مردم بد، دیگر به مردمک دیده سوء ظن دارم. من نمیدونم این آقای حمید اگر صدای من میشنوه، اگه نمیشنوه هر کجا، من اصلا نمیدونم شما کدوم شهرستان هستین، من نمیدونم از کجا میخوان شروع کنید. زمانشو به من گفتی، ولی من حتی به منم نگو، چون ممکنه منم خائن باشم. رازی رو که دو نفر بدونن اون راز نیست. طراحیت خودت بکن، آدمات خودت جمع کن، اگر کاری میخوای بکنی. من فقط میتونم صدای تو رو به مردم برسونم. در همون زمانی که صدا تو میرسونم از قول خودم نمیگم چی کار بکنم، برای که من اصلا من 30 سال تو اون مملکت نیستم، من خیابونا رو نمیشناسم، شهرستانا رو نمیشناسم. من اگه بگم شما برید فلان جا، ممکنه اونجا یه بن‌بست باشه، یه دام باشه. چیزهایی که به درد هیچ کس نمیخوره از من نخواهید، چون کاریست که شماها میتونید بکنید نه من. من اینجا نشستم، راهم چیز دیگه است، کارم چیز دیگه است. یه روزی فکر میکردم با کوکتل مولوتوف و نمیدونم انقلاب و اینا کاری میشه صورت داد، ولی توده بالای 100,000 نفر میخواد. این کار سرمایه میخواد، نه من سرمایه شو دارم نه زمانش. اون زمانی که میرفتم دنبالش یک تلویزیون در اختیارم بود، الان روزی 1 ساعت من با شما صحبت میکنم 5 روز هفته. حساب و کتابتون اگه درست نکنید، اشتباه بکنید، گرفتار میشید، و من دلم نمیخواد حتی 1 نفر گرفتار باشه. فرق من با بازرگان همینه. این کتاب نگاهی نو به اسلام که یه مقداری ازش داریم تجربه میگیریم، یکی از سر نوشته های این، یا به قول آقای مسعود انصاری فرنام های این کتاب، جایگاه الله پیش از آفرینش و نخستین چیزی که او آفرید. یکی از یاران محمد از او پرسش کرد: آیا خدای ما پیش از آفریدن زمین و آسمان ها در کجا بود؟ محمد پاسخ داد: در آن زمان او روی ابر زندگی می کرد، و هم یعنی مثل خدایان یونان، و هم در بالا و هم در زیر او هوا وجود داشت. آنگاه نخستین چیزی که او آفرید عرشش بود که آن را آفرید و بیدرنگ روی آن نشست. یعنی خدا باسن داره میشینه. و سپس پیش از اینکه چیز دیگری بیافریند فرمان داد که آنچه باید آفریده شود روی لوح رویدادها نگارش یابد، البته به زبون خدایی یا به زبون عربی، چون خدا نمیدونم زبونهای دیگر بلده بلد نیست، ولی فکر میکنم مقصود اینا زبون عربی بوده. آقای انصاری یه جوابیهی برای این حدیث گذاشتن. میگه درباره شرح جایگاه الله پیش از آفرینش به نظر میرسد که پیامبر الله در زمانی که گرفتار آثار بیماری بود و در مورد جایگاه الله پیش از آفرینش به ذکر چنین مطالب سرگرم کنندهی پرداخته است، دلیل این امر آن است که جایگاه الله
پیش از آفرینش در لابلای درخت‌های شبه جزیره عربستان بوده و تازی‌ها از آن چوب‌ها بت او را ساخته و آن را در بین سایر بت‌های خانه کعبه قرار دادند. ولی چون تازی‌ها بت او را بزرگتر از 359 بت دیگری که در خانه کعبه نگهداری می‌شد ساختند، از این رو به آن فرنام الله اکبر که معنی الله بزرگتر است، یعنی از سایر بت‌ها بزرگتره، بنابراین ای کاش این پیامبر میدانست که بر پایه تئوری بیگ بنگ هنجار آفرینش مدت 20 میلیون سال پیش و اینا این توضیحات رو میده. به هر تقدیر قسمت دوم که من توی شروع برنامه اشاره کردم راجع به غزوه و حرب، الله ترور، غارت و چپاول اموال را در جنگ برای محمد مشروع و مجاز کرده است. محمد موسویت و مسیحیت را به رسمیت می شناسد و موسی کلیم و عیسی مسیح را پیامبر می خواند، ولی ادعا می کند که الله او را در 6 مورد بر آنها برتری داده که یکی از آن موارد مشروع بودن مالکیت اموالی است که در جنگ ها غارت و چپاول می کند که اصطلاح فقهی و قرآنی آن غنیمت می باشد. حدیث شماره 1062 جلد اول صحیح مسلم، این همون صحاح سته است که براتون گفتم، یکی از اوناست. و حدیث شماره 331 جلد اول صحیح البخاری در این باره می نویسد جابر ابن عبدالله روایت کرده است که محمد گفت الله به من 5 مزیت داده است. 1. که پیش از من آن را به هیچ کس دهش نکرده است و آنها به شرح زیر است. 1. الله از فاصله مسافتی که 1 ماه مسافرت می باشد در دل دشمنان من ترس و هراس افکنده است. در جنگ احد بود که یه نفر با سنگ پرت کرد برای محمد بدون اینکه ترس و هراسی تو دلش باشه، دندان محمد رو شکست. این رو همه مؤمنین قبول دارن. 2. کره زمین برای نمازگزاری و تیمم من و پیروانم ویژگی داده شده است. بنابراین پیروان من می تواند در هر نقطه از کره زمین در اوقات مقرر شده نماز بگذارند. اون زمانی که این می نوشتن زمین رو کسی نمی دونست کره است. من نمی دونم آقای انصاری این لغت کره رو از کجا آورده. فکر نمی کنم لغت کره در صحاح سته اصلا گفته شده باشه، برای اینکه کره زمین تا زمان گالیله یا قبل از اون کوپرنیک کسی کرویت زمین رو قبول نداشت. 3. غنیمت یعنی غارت و چپاول اموال مردم در جنگ پیش از من برای هیچ کس مشروع نبود ولی برای من مجاز شده است. 4. هر پیامبری تنها برای ملت خیش به پیامبری برگزیده شد ولی من برای تمام افراد بشر به این مقام برگزیده شدم. این با نص صریح قرآن فرق میکنه، چون در قرآن میگه که تو باید به ام القرا رسیدگی بکنی. 5. در روز قیامت به من اختیار شفاعت داده شده است، یعنی من میتونم دلال باشم بین مردم و خدا. غنایم جنگی که اصطلاح ادبی غارت و چپاول اموال مردم در جنگ ها میباشد، آنچنان در کیش اسلام و انگیزش مسلمانان به خونریزی اهمیت دارد که قرآن و حدیث در بسیاری از موارد به آن اشاره کرده اند. در فقه اسلام اموال و دارایی هایی که مسلمانان در نتیجه جنگ، غارت و چپاول به دست می آورند به 2 بخش تقسیم شده است: غنیمت و فعی.
غنیمت شامل اموال و دارایی هایی می شود که مسلمانان در نبردها غارت و چپاول کرده و پس از پایان جنگ بین آنها تقسیم می شود. فعی عبارت از اموال و دارایی هایی است که مردم بدون ورود به جنگ به مسلمانان تسلیم می نمایند. در فصل دوم شرح داده شد که بر پایه قرآن سوره 8 آیه 41 یک پنجم، همون سوره انفال آیه 41، یک پنجم غنایم جنگی به محمد ویژگی داده شده، ولی نگهداری و اختلاس غنایم جنگی بدون آگاهی به فرمانده اسلامی گناهی بزرگ به شمار می رود و محمد در این باره گفته است: در برابر آنهایی که به الله ایمان ندارند نبرد کنید، ولی اموالی را که در این نبرد مقدس به دست می آورید بدون اجازه از آن خود نسازید، بعد خبر بدید. دکترین خودداری از اختلاس غنایم در نبردها در قرآن نیز شرح داده شده است. هیچ کس نمی تواند انکار کند که غارت و چپاول اموال دیگران پیشه دزدان و راهزنان است. هنگامی که گروهی از دزدان برای دزدی اموال دیگران اقدام می کنند، هر یک از آنها کوشش می کنند تا آنجا که ممکن است سهم بیشتری به دست آورند و تنها انضباط شدیدی که از سوی رهبر گروه به افراد آن تحمیل می شود آنها را از این که سهم بیشتری به خود ویژگی دهند باز می دارد. اکنون روشن است که اگر کسی توان آن را داشته باشد که برای غارت و چپاول اموال دیگران از سوی خدا آیه و فرمان بیاورد، به همان گونه نیز خواهد توانست برای منع از اختلاس اموال غارت شده از سوی خدا فرمان بیاورد و این کاری است که محمد در قرآن و حدیث انجام داده است. بر پایه یکی از آیه های قرآن، آیه 24 از سوره نساء، سوره چهارم، مسلمانان حق دارند با زنانی که در جنگ ها دستگیر می کنند ولو آنکه شوهر داشته باشند همخوابگی کنند. حدیث زیر این موضوع را آشکارا شرح می دهد. ابو سعید خدوری گزارش داد که در نبرد حنین پیامبر الله گروهی از مسلمانان را به آوتاس گسیل داشت. مسلمانان بر دشمنان خود پیروز شدند و گروهی از زنان آنها را دستگیر کردند، ولی چون آنها شوهر داشتند از همخوابگی با آنها خودداری کردند. از این رو الله آیه 24 سوره نساء را نازل کرد که میگوید همخوابگی با تمام زنان، با زنانی که در نبردها دستگیر میکنید، مشروع و مجاز است. الله رو ببینید چه الله خوبی. خوب شد که به خدا به ما الله داد، خوبش هم داد، ولی این کار را پس از اتمام عده آنها انجام دهید که بدونید بچه مال شوهرشه یا مال شماست. حدیث درباره تئوری غنیمت از قرآن بسیار فراتر می رود و تمامی زمین را ملک الله و پیامبرش می داند. قرآن سخن از غنایمی به میان می آورد که هنوز مسلمانان نتوانستند به آن دست یابند. سوره 48 آیه 21. حدیث زیر در این راستا سخن از اسلامی کردن تمام افراد بشر به میان می آورد. صحیح البخاری به روایت از ابو هریره نقل کرده است: ما در مسجد نشسته بودیم که پیامبر الله وارد شد و اظهار داشت آماده شوید تا به سراغ یهودی ها برویم. ما همراه او به راه افتادیم تا به محل سکونت آنها رسیدیم. پیامبر الله سرپا ایستاد و گفت: ای گروه یهودی، اسلام را بپذیرید تا بتوانید در امان زندگی کنید. مفهوم سخنان بالا آن است که تمام زمین منطقه غارتگری مسلمانان است و چون محل سکونت یهودی ها نیز جزئی از زمین است، اگر آنها اسلام را نپذیرفتند محل امنی برای زندگی نخواهند داشت. این طولانیه و من همین یک مقداری رو براتون خوندم. من هر روزی یه تیکه از این کتاب نگاهی نو به اسلام و نگاه موشکافانه
آقای انصاری رو به این مسائل براتون میخونم که باز اگر دلتون میخواد برید دنبالش خودتون تحقیق کنید، به حرف من گوش ندید، شاید من میخوام شما رو منحرف کنم، چون این اسلام زده ها وقتی بهشون میگی که قرآن رو به فارسی بخونین تلفن میکنه میگه اون قرآن چی نوشته، کی ترجمه کرده؟ من این قرآنی رو که نشون میدم نمیگم حتما این رو بخونید، این قرآن روون نوشته شده، اینو اصلا نخونید، قرآنی رو که خودتون فکر میکنید درسته اونو بخونید. گرفتاری با آدمی که خودشو به خواب میزنه زیاده. یکی از دوستان پر روز به من زنگ زده بود، اسم 5 تا کتابو گفت، کدوم اینا رو اول بخونم؟ گفتم والا هر کدومشو بخونی آگاهی تو میبره بالا، از من میشنوی، ما یه دونشو بگیر بخون. من همه سعی که دارم میکنم شما رو با کتاب خونی آشنا بکنم. من دارم سعی میکنم بلایی که به سر من اومد نگم خب حالا اومد که اومد دیگه ولش کن هر اتفاقی میفته بیفته، نه، خیلی جوانها، خیلی آدمهای نادان، یه دی برای دین یه دی برای پول بچه هاشون رو فروختن، این بچه ها رو یه کلید انداختن گردنشون فرستن روی مین. با حیوانات اگه چنین کاری بکنن تمام دنیا بلند میشه، ولی سازمان ملل مرده بود. سازمان ملل اونجا مرده بود. چرا؟ چون خودشون نفع در این کار داشتن. شما که نشستید یه کشور خارجی یا یه امام زمون یا یه الله یه چیزی بیاد نجاتتون بده، این دموکراسی که برداشتن بردن عراق و شماها الان ناراحتین که چرا در عراق آدم کشته میشه، چرا در اون یکی حماس اونجا غزه آدم کشته میشه، بیایید جمع آدمایی که اونجا کشته میشه با جمع آدمایی که توی ایران فقط و فقط از آلودگی هوا و تصادف کشته میشن، اینا رو با حساب با کتاب بنویسید، بگید که ظرف یه ماه و نیم گذشته مثلا 1200 نفر در غزه کشته شد، روزی 150 نفر در تهران از آلودگی هوا دارن میمیرن. میدونی ماهی چقدر میشه؟ میشه ماهی 4500 تا. اینو حکومت دینی داره شماها رو میکشه، برای اینکه حکومتی است که به فکر غزه هست، اون 1000 نفره براش مهمه. در غزه باید حساب بکنه بچه ها چقدر پول میخوان، چقدر نون میخوان، چقدر مدرسه میخوان. ایران همه مردن، مردن به جهنم. ما وقتی خرد نداریم میگیم الله اینجوری خواسته، الله الله خواسته، الله اگه خودش بخواد درست میکنه، امام زمان میاد همه کارا رو درست میکنه. نه، تا روزی که خودت دست به زانود نگیری هیچ کسی درست نمیکنه. باز میرم سراغ این دوستان. دوست عزیزم، من باز برای شما توضیح میدم چون من چندین بار این رو خوندم،
از جمله‌ای که گفتی ترجیح میدهم روی پاهایم بمیرم تا اینکه روی زانوانم زندگی کنم حرف خیلی قشنگیه. مردم ایران الان روی شکمشون دارن زندگی میکنن حتی، و هرچقدر شما کوتاه بیایید ببینید، یک جمعیت 100,000 نفری از خونه اگه بیاد بیرون، این تفنگ به دست ها سوراخ موش میخرن. قسمت اعظم اینا اصلا مخالفن با اون سیستم، برای اینکه چیزی به دست اینا نمیاد. قسمت اعظم این مردم باور کنید از گرسنگی، بدبختی، بیچارگی، نون خوردن، رفتن نمیدونم بسیج و سپاه و اینا شدن. همه مثل سردارانشون دزد نیستن، فرق میکنن اینها با هم دیگه. اما حرکت توده‌ای میخواد. روز چهارشنبه سوری وقتی که شما میبینید که مردم همه میان و ترقه بازی میکنن، میبینید که هیچ کسی چیز نداره، پاسداری وجود نداره، کسی نمیاد مقاومت بکنه. میدونید چرا؟ برای اینکه اگر اون روز پاسدار بیاد، اون حرکت میلیونی شروع میشه، چون همه بیرونند. به این دلیل اونها میدونن میذارن اون روز هر کاری اینا میخوان بکنن بکنن، و تنها کار بدی که میکنن پشت پای خانوما اینا ترقه در میکنن، من شنیدم، و این کار بسیار بسیار بدیه. اگه میتونی پشت پای پاسدار ترقه در کن. خنددار نیست تو پشت پای یه زنی ترقه در کنی و اون زن بترسه. بیایم یه مقداری جوانمردی رو راجع بهش فکر کنیم. من نمیگم جوانمرد باشید، میدونم به هم میخندید اگه بهتون بگم جوانمرد باشید، ولی برید ببینید معنی جوانمردی چیه. برید ببینید ما 50 سال پیش مردامون چجوری فکر میکردن. برید کتاب عیاران رو بخونید، برید ببینید بابک کیه، برید ببینید یعقوب لیث چرا بهش میگفتن عیار، دنبال چه رشته از دین و مذهبی بود که رفت که خلیفه رو سرنگون کنه. شاهان سامانی همچی کاری نخواستن بکنن، در زیر چتر خلیفه زندگی کردن، ولی یعقوب لیث گفت من پایه رو برمیدارم. از کجا بود؟ چه دینی داشت؟ چه باوری داشت؟ چه باور ایرانی داشت؟ عیار یعنی چی؟ اینها مسائلی است که باید رفت پیدا کرد. شماها باید عیاران باشید. سعی میکنم فردا یک کمی بیشتر راجع به عیاران صحبت بکنم. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.